زموج د خلکو مشروع غشتنه او د سولې هدف دادی چې لیا سیاسی لاری هر دول جگره او تاوتیوی خواله پایت و رسید. به ملت خود اطمینان میدهیم که مذاکرات را صادقانه و با اخلاص کامل به پیش میبریم و تلاش میکنیم که زمینه صلح و آرامی را برای مردم و مسلمان افغانستان مساعد کنیم. انتخاب سیستم سیاسی آینده شما انتخاب شماست. صلح و سعادت بزرگی را برای ما و سایر ملت‌های دموکراتیک به بار آورده است. خانم سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر روی خط تصویر هستند از کابل و بیشتر با ایشان در مورد مذاکرات صلح میان افغانان صحبت خواهیم کرد. اما قبل از همه گزارشی که به نشر میرسد مقدمه آن یا خبرش این که گفتگوهای صلح میان افغانان بدون حفظ ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان معامله سیاسی خواهد بود. شماری از فعالان حقوق زنان در کشور میگن که در گفتگوهای صلح میان افغانان باید از حقوق و دستاوردهای زنان درست نمایندگی و دفاع شود. اما چگونه؟ پس از گزارش. در نخستین نشست مذاکرات صلح میان افغانها در دوحه، زنان افغان میگویند که از حقوق اساسیشان همانند دسترسی به آموزش، پرورش، خدمات بهداشتی و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نباید محروم شوند. حفظ حقوق بشر و حقوق زنان و ارزش‌های حقوق بشری یکی از موضوعات اساسی برای صلح پایدار در افغانستان است. بدون حفظ ارزش‌ها صلح نیست و یک معامله سیاسی خواهد بود. زنان افغان خواهان نقش فعال و معنیدارشان در روند صلحند و تاکید دارند که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان از آنان به صورت درست نمایندگی کرده و از حقوقشان دفاع کنند. اگر امروز اونا ایر دفاع کرده نتانند، مطمئن باشین که باز ای پروسه ایجاب میکنه که یک تعداد دیگه خانم ها باید ای پروسه باید شامل شوند تا بتانند دفاع از این مسئله دفاع شوند. در سوی دیگر نهادهای جامعه مدنی با در نظر داشت عدم حضور نماینده مشخصشان در ترکیب هیئت گفتگو کننده حکومت از پیامدهای مثبت این نشست امیدوارند، اما بر حفظ دستاوردهای اخیر تاکید دارند. به نظر ما برای آغاز مقدماتی یک حرکت بسیار خوب است، یک آغاز بسیار خوب است، میتونه در آینده و به خصوص برای دوره‌های بعدی چهره های قوی تر و تاثیرگذارتر در درون این هیئت جابجا شود که تا بتونه از نمایندگی از افغانستان به صورت کل نمایندگی کند. گفتگوهای میان افغانان روز شنبه با سخنرانی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی آغاز شد. طرفهای مذاکره کننده بر تامین صلح تاکید کردند، اما دیده می شود که اختلاف نظرهای هم در این گفتگوها وجود دارد. خانم سمر روی خط تصویر هستند. درود بر شما. خوش آمدین خانم سمر. این معامله سیاسی چگونه خواهد بود؟ واقعاً ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان اینجا رعایت خواهد شد و رویش تمکین صورت خواهد گرفت؟ سلام به شما، سلام به بیننده‌های محترم تلویزیون آریانا. اجازه بدین که اول تسلیت بگویم به فامیلای قربانیان جنگ در افغانستان و خصوص قربانیان اخیره که چند روز قبل با تأسف یک تعداد از هموطنان ما شهید و از زخمی ساختن و از خداوند متعال بر شهدای مردم افغانستان جنت برین و بر زخمی هایشان شفای عاجل میخوایم. اللهم آمین. من فکر کنم وقتی که ما با مخالفین میشینیم میز مذاکره در این راستا باید تلاش شوه و مبارزه صورت بگیره که ارزش های بشری و حقوق انسان های اما کشور در حالتی که ما قرار داریم از افغانستان باید مراعات شود. در غیر از او زمانی که ارزش های حقوق بشری مراعات نشود و حقوق و آزادی های مردم محروم شود وصول بله میشنوید صدای من؟ آه بفرمایید ادامه صحبت هایتان خانم. بنابراین من فکر میکنم که دفاع از حقوق خانم ها تنها وظیفه خانم ها است، بلکه وظیفه تمام انسان است که به برابری و
حقوق بشر، آزادی ها و دموکراسی اعتقاد دارند. اما خانم سمر، بین اندکی مقدمه چینی کرده بریم وارد بحث شویم. فکر میکنم این گونه بتانم جواب سوال از شما بگیرم. فکر میکنین که امیدواری در چه حد به شما ایجاد شده یا چقدر امیدوار شدین با آغاز این روند؟ گفتگوها پس از 19 سال گفتگوهای رو در رو آغاز شد. دو طرف نشستن، یک طرف بانوان را هم شامل گروه خود داره، طرف دیگر هیچ بانوی در تیمشان حضور نداره. فکر میکنم که آغازش خوب است، اما ضرورت است که ما منتظر باشیم که نتایج از این مذاکرات چگونه است. نتیجهش ممکن است بسیار طولانی شود و ممکن است به زودی اگر تعهد سیاسی کافی بین طرفین در طرفین بسیار زود است که ما قضاوت کنیم که چگونه خواهد شد. کار را، چیزی را که ما میخواییم بگوییم و این است که تمام یا اکثریت مردم افغانستان از آزادی ها و از ارزش های حقوق بشری دفاع میکنه و به خواست مردم افغانستان باید تمکین بکنه. اما چرا خیلی زود؟ چرا این خیلی ها زود است؟ فکر میکنین موانع اینجا صد راه است هنوزم که میتونه چالش خلق کنه؟ بله، بسیار گپاییست که باید حل شود. از جمله مثلا شما نمیتونین تمام چیز دهتن با یک کاغذ نوشته شود در ظرف یک هفته حل بکنین. با جزئیات قضایا باید اینا برخورد بکنن، به شمول ادغام مجدد نیروی طالبان و اینا و خواستای از اونا، در خواستای از دو طرف باید مطرح بشه. ولی توقع همی است که به خواست اکثریت مردم افغانستان او عبارت از رژیم یا نظام سیاسی افغانستان که جمهوریت اسلامی است از این باید دفاع صورت بگیرد. اما من فکر میکنم گپ اولی را که به مردم یک مقدار اطمینان میده او مسئله آتش بس است که امیدوار استم طالبا به زودترین وقت به آتش بس تمکین بکنن و آتش بس قبول بکنن. فکر میکنین چه وقت این را قبول خواهند کرد؟ خب در آغازین روز یا نخستین روز آغاز مذاکرات جنگ به شدت جریان داشته. متاسفانه تلاش شاید بکنن خود جنگ بیشتر بکنن که فشار وارد بکنن زد حکومت افغانستان. اما به نظر من اگر اینا صادقانه طرفدار آوردن صلح در افغانستان است، باید آتش بس قبول بکنن و از کشتار و خونریزی بیشتر جلوگیری صورت بگیره. بخاطر از این که هر قدر مردم بیشتر آزار ببینه و مردم بیشتر تلف شوه، همون قدر فاصله را برای آوردن صلح پایدار در افغانستان ما زیادتر میسازیم. خانم سمر، با شناختی که از طالبان و از حکومت افغانستان، چون حالا شما وزیر دولت هستین در امور حقوق بشر، با شناختی که از دو طرف دارین، فکر میکنین چقدر انعطاف نشان خواهند داد؟ در حکومت افغانستان این در چه حد خواهد بود؟ در طرف طالبان چقدر؟ من فکر میکنم که حکومت افغانستان نشان داد با رهایی بیش از 5000 زندانی طالب نشان دادن که حاضر هستن به قربانی و قربانی به تن راستا. با وجود که یک تعداد زیاد مردم ناراضی هستن، یک واقعیت هست، مردم هنوز زخمایی که توسط افراد ایجاد شده التیام بخش نیافته، اما این خودش نشان دهنده از این است که حکومت حاضر از قربانی بده. اما به این معنا نیست که تمام مسائل، تمام ارزش‌های دیگر هم قربانی فقط قطع جنگ بکنه. تاکید من این است که این قربانی به چه قیمت؟ قربانی به چه قیمت؟ خب یک از قیمت‌ها امیال مردم افغانستان پرداخته با رها شدن زندانیان طالبان. اما اگر قرار باشه تمام ها و ارزش‌های حقوق بشری را فدای آزادی بکنن، فدای قطع جنگ بکنن، به نظر من او باز منجر به صلح پایدار در افغانستان نمیشه. ضمانتی وجود داره که این چنین نشه خانم وزیر؟ ضمانتی وجود داره که این چنین نشه؟ ضمانت وجود ندارد. در صورت ضمانت وجود میتونه داشته باشه که طرفین منازعه واقعا
خسار ازی باشن که صلح در افغانستان بیاره و همچنان کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که در قضای افغانستان دخیل هستن در این راستا باید استادگی بکنن. اما ما امروز شاهد ازی بودیم که تقریبا همگی از دستاوردهای 19 سال اخیر پشتیبانی کردن و از آزادی ها و حقوق زنان پشتیبانی کردن. این یک واقعیت است. ما نمیتونیم یا طالبان نمیتونن با چشم پت کردن از واقعیت ها اوضاع را تغییر بده، واقعیت ها را تغییر بده. آنچه را که آقای پامپیو مطرح کردن، گفتن ما خواهان افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک هستیم. یعنی اینجا شما هم سخن از جمهوری زدین و جمهوریت. فکر میکنین که جمهوریت همچنان پایدار خواهد ماند پس از این مذاکرات یا نظام دیگری روی کار خواهد آمد؟ یا نه جمهوریت، نه امارت، تلفیق از این دو چیز دیگر؟ خوی ارتباط میگیره به مذاکره که به چی نتیجه میرسن. شما چی فکر میکنین؟ خوی شروع حادثه است. دیستم که با وجود که مشکلات در افغانستان در سیستم جمهوریتش با تاسف کنوز وجود داره، اما امی نظام بسیار بهترتر بوده از هر نظام دیگه در 42 سال گذشته. شما از وقت کودتای هفت ثور اگر ببینید تاریخ افغانستان تا به سقوط رژیم طالبان، شما مقایسه بکنید این رژیم فعلی با تمام عیوبی که داره بسیار بهترتر بوده از هر نگاه. از جمله میتونیم آزادی بیان مثال بدیم که آزادی بیان در افغانستان چقدر رشد کرده. مثلا وقتی که طالبان آمدن یک تلویزیون در تمام افغانستان بود که تلویزیون ملی افغانستان بود، دروازه‌اش قفل کردن. اما آل بسیار زیاد استیشن های تلویزیون وجود داره که نمیتونه همه گیره خفه بکنه. خانم وزیر، همین زمانت در کجاست که آزادی بیان محدود نشه؟ حق شهروندی افغانستان یا حق هر شهروندی کشور محدود نشه، کسی دیگر نتونه دیدگاه خود را آزادانه شریک بسازه، قانون اساسی افغانستان به قول تعدیل شوه، این زمانت در کجا است؟ فکر میکنین در هیئت مذاکره کننده حکومت این توانایی هست؟ من فکر میکنم حیات بد نیست به خاطر از اینکه نمایندگی از مردم میکنه و مردم هم مسئولیت داره که پشتیبانی بکنه، به خاطر از اینکه ما هر کدام ما مسئولیت داریم در قبال ارزش های حقوق بشری و آزادی ها که از او دفاع بکنیم. در غیر از او اگر ما قرار باشه که از هیئت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان پشتیبانی نکنیم، خود ما زمینه را مصفرتر میسازیم و به نفع طالبات هم میشه. یکی بحث پشتیبانی است، یکی ظرفیت ها. خانم وزیر، کدام یک؟ البته آدم های با ظرفیت هم هست، ما انکار کرده نمیتونیم که ظرفیت نداشته، به یک شکل همی آدم ها در قضایای افغانستان دخیل بوده. با وجود که من توقیت میکنم که جا بسیار همه شمول نبوده حیات، از جمله مثلا اقلیت های دینی و مذهبی و قومی دارم، قربانیان جنگ دخیل نبودن، جامعه مدنی به اون صورت که باید دخیل میبود دخیل نبودن. اما طبیعی است وقتی که ما زمینه داریم و انتقاد میکنیم خودش یک پختگی و آزادی بیان و احترام با آزادی ها و نشان میده. اما خانم وزیر، من باری با آقای شاهین، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، او زمان که بودن مسئولیت داشتن، صحبت کردم. اونا دیدشان این بود که آزادی بیان کنونی باید محدود شد و دلیل این که توهین میشه. یک بخش جواب را میخوایم بعدن از شما روی همین مهم داشته باشم. در کنارش، بانوانی که حضور دارن در دوحه قطر، فکر میکنین لابیگران خوبی خواهند بود برای دفاع از حقوق زنان؟ البته ما میشناسیم مو افراد و در جریان امی حداقل 18 19 سال در رابطه با آوردن دموکراسی و ارزش های حقوق بشری تلاش های کردن، به یه جای شک نیست. و بازم من تاکید میکنم که دفاع از ارزش های حقوق بشری و خصوص حقوق خانم ها
تنها وظیفه زنها نیست، یک مسئله انسانی است و هر انسان معتقد به ارزش‌های حقوق بشری باید از دفاع بکنه. و من مطمئن هستم که هیئت افغانستان 21 نفری که است مربوط به هر حزب و سازمان که است از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان و کرامت انسانی در مجموع دفاع میکنه، چون دفاع از حقوق بشر دفاع از ارزش‌های انسانی است، از کرامت انسانی انسان‌ها است. طرف طالبان را چقدر فکر میکنین تمکین میکنن به همین مسئله؟ هیچ بانوی حضور نداره در میانشان. با کی قرار است که بانوان افغانستان صحبت کنن و اینایی که به نمایندگی از بانوان رفتن قرار است که از حق این زنان که 51% از شهروندان کشور را شکل میتن یا تشکیل میتن دفاع کنن؟ طالبان هیچ زنی را در میان خود در حیات ندارن. البته طالبا بر علاوه از این که هیچ زن را در چیز حیاتشان نیست، همه شما لام نیستن. شما میبینین که از اخوام افغانستان هم نمایندگی کافی نشده در اونجا. از اخوام دیگه، یعنی غیر از اخوام هندو باوران افغانستان، شما میبینین که اکثریت مربوط یک قوم است. خب توقع نمی رفت که طالبا کدام زن یا چند نفر زن امروی بگیم که طالبا چی رقم برخورد میکردن و در جریانی که در قدرت بودن برخوردشان در رابطه با زنها و حقوق زنها چی بوده. خب اونا میگن شریعت را ما میخواییم، شریعت اسلامی را اینجا عملی بسازیم و هیئت طالبا نظام فعلی کشور را اسلامی نمیدانه. یعنی شما در کشور غیر اسلامی زندگی میکنین که نظامش غیر اسلامی هست و با این وجود فکر میکنین شریعت اسلامی که روی کار خاتمه چگونه شریعت خواهد بود؟ خب به نظر من اشتباه میکنن، به خاطر از اینکه اون نوعی را که اونا میگن میخواییم یادآوری بکنم نمونه واقعی شریعت اسلامی در جریان حج معلوم میشه. در اونجا زنها از هر کنج کنار دنیا با مردهایی که از تمام دنیا از کشورهای آمریکایی، از کشورهای اروپایی، از کشورهای مسلمان آفریقایی و آسیایی و اینا اشتراک میکنن. اونجا هیچ کس نمیگه که مسئله شهر باید جدا باشه. یعنی اینا هنوز دعای از این نتانستن بکنن که چرا در آف میکنن یا تمام فریضای حج خود مشترک انجام میتن. در اونجا مگر شریعت پیاده نمیشه؟ که اینا نوی شریعت شریعت طالبان نسبت به شریعتی که در اینجا حاکم است و بحث خب افغانستان یک کشور اسلامی است، جمهوری اسلامی افغانستان است، فکر می‌کنید چه تفاوت داره؟ چه برتری داره شریعت طالبان و او تعبیر و تفسیر که اونا دارن و اینجا ضعفی که وجود داره؟ خب به هر صورت من امیر رو می‌خوام تاکید بکنم که در جریان زندگی خود پیامبر چقدر زنها در زندگیش رول داشته. اگر از بی بی خدیجه بگوییم، بی بی خدیجه خانمی بوده که حضرت پیامبر پیشش کار میکرده، یعنی کسی بوده که برای بی بی خدیجه کار میکرده. یا مثلا بی بی عایشه یا بی بی فاطمه، اینا چقدر رول داشته در زندگی حضرت پیامبر. دیگه اینا یک چیزایی که ادعا میکنن مطابق تفسیر خودشان است. به هر صورت ما اگر دوران حضرت پیامبر و خلفای راشدین هم بانیم، فقط این مسئله حج در جهان فعلی ببینیم، در قرن فعلی ببینیم چگونه تعبیر میکنن اینا این مسئله را. چی میخواین بگین؟ اینجا تفسیر و تعریف افراطی دارن طالبان نسبت به شریعت و اسلام؟ تفسیر مربوط به خودشان است، به خاطر از اینکه حتی افراطی نیست، دنیا نیست، دیگه کشورهای اسلامی است. اینا هیچگاه ادعا کرده نمیتونه که اینا هم خوبترین نوع
تطبیق یا تعبیر از اسلام دارن. پس با این وجود فکر میکنین نتیجه مذاکرات چه خواهد بود؟ جمهوریت همچنان میسته اینجا و پایدار میمانه؟ از همه مهمتر حالا شکلگیری اداره موقت سر زبان هاست. یکی از خواستای طرف طالبان همین بوده میتونه. چقدر فکر میکنین این عملی بوده میتونه در این وضعیتی که حکومت بار بار تاکید کرده جمهوریت؟ من فکر میکنم که ارتباط میگیره به نتیجه مذاکره. امروز ما در آغاز شستیم پروگرامان تشریفاتیش امروز آغاز شده. هنوز بحث سر تمام مسائل به صورت جدی صورت نگرفته. به من خاطر است که من تاکید میکنم که امیدوار استم که اینا تن به آتش بس بتن به خاطر اینکه زمین مساعد بسازه برای بهتر بودن یا اعتمادسازی یا فضای بهتر برای تداوم مذاکره. اگر جمهوریت نباشه فکر میکنین حکومت افغانستان بپذیره نظام ثانی را؟ ارتباط میگیره و بحث به نتیجه مذاکرات و دخیل بودن بر علاوه بحثان. شما در کابینه حکومت هستین، من به عنوان یک وزیر حکومت میخوایم از شما داشته باشیم این مورد را. جز بحث جمهوریت حکومت گزینه دیگر را فکر میکنین روی دست خواد داشت یا اینم خط سرخی است که رنگ خواد باخت؟ من فکر میکنم که ما نباید بسیار منفی بافی بکنیم به خاطر از اینکه آغاز قضیه هست. نه هیچ نمیفهمیم که چند وقت دوام خواهد بکنه به خاطر از اینکه ما اگر یا هیئت مذاکره کننده از طرفین تمام مسائل به دقت بررسی نکنن و سرش بحث نکنن به نتیجه نرسن، ما به طرف صلح پایدار نمیریم. تاریخ 40 ساله افغانستان رو نشان داده. بنان ما باید دست بگیریم، متوجه بکنیم در این راستا و تلاش بکنیم که به خواستهای اکثریت مردم افغانستان تمکین بکنند. آله خواست مردم افغانستان هر نوع رژیمی که باشه مقابل قبول باید باشه. اما خانم وزیر، خب هرچند شما تاکید دارین به نهایت کار که نتیجه مذاکرات هست، اما میخوایم میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. شما خیلی مثبت دیدین آغاز مذاکرات را، پس در این آغاز اینچنین وضعیت هست و موارد خوب درست از موارد اختلافی هم وجود داره، نتیجه برد از آن کی خواهد بود؟ من فکر میکنم نتیجه برد باید از آن مردم افغانستان باشه. در غیر از اون ما به طرف صلح پایدار نمیریم. خواست مردم افغانستان و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های مردم افغانستان. بسیار تشکر. بانو سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر، ممنون از اینکه حضور یافتین در برنامه. موفق باشین. وقت شما بخیر. ممنون از اینکه شما هم تا این دم همراهی ما کردین. مذاکرات صلح افغانستان همچنان ادامه داره. ویژه برنامه‌ای که امشب جریان دارد، در این دقایق من از شما خداحافظی میکنم. زموج د خلکو مشروع غوښتنه او د سولې هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. به ملت خود اطمینان میدهیم که مذاکرات را صادقانه و با اخلاص کامل به پیش میبریم و تلاش میکنیم که زمینه صلح و آرامی را برای مردم و مسلمان افغانستان مساعد کنیم. انتخاب سیستم سیاسی آینده شما انتخاب شماست. صلح و سعادت بزرگی را برای ما و سایر ملت‌های دموکراتیک به بار آورده است.